سمیرا راهی روزنامه نگار از ترکیه با ماست. خانم راهی خیلی خوش اومدیم به برنامه. بذارین از معلمان شروع کنیم. قشر بسیار مهمی هستند و تاثیر بسیار مهمی دارن در جامعه. چندین هفته است که دارن برای این معوقات خودشون تلاش میکنن. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودن اینا قرار پرداخت بشه حتی تا سال نو، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. حقوق معلمان کجاست؟ دولت کسری بودجه داره یا مشکل جای دیگه است؟ درود بر شما. مسئله عدم رسیدگی به مشکلات فرهنگیان، چه کسانی که شاغل هستند و چه بازنشستگان، متاسفانه مسئله امروز و دیروز است. اگر نگاه بکنیم به عملکرد وزارت آموزش و پرورش در تمام طول سالهایی که جمهوری اسلامی سر کار بوده، از دولت آقای رفسنجانی تا به الان که من به خاطر دارم و اون رو بررسی میکنم، میبینیم که واقعا شاید نالایق ترین وزرا در این بخش به کار گماشته شدن، کسانی که کمترین نزدیکی و تقرب رو به مسائل و مشکلات فرهنگیان دارن. این رو میتونیم نگاه بکنیم از اختلاسی که از صندوق ذخیره فرهنگیان شد، به اون رسیدگی نشد، آموزش و پرورش ورود نکرد برای اینکه سرخواهی و دادخواهی بکنه، از پسنداز و سپرده‌ای که فرهنگیان با اندکترین حقوق در سطح جامعه توی اون سرمایه گذاری کردن، تا عدم پرداخت دستمزد معلمان حق و تدریس و حتی معلمانی که به صورت استخدامی کار میکنن. ما میدونیم که معلمانی که با مشکلات استخدام مواجه هستن، آموزش و پرورش جلوگیری کرده سالیان سال از استخدام جدید معلمان به بهانه همین مسئله که نمیتونه تأمین بکنه و حقوق اونها رو به موقع بده، و حتی معلمانی که خارج از ساعت موظف خودشون به خاطر همین مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردین، ساعتی رو مازاد کار میکنن برای اینکه به اون حقوق نیاز دارن، اما گاه تا 6 ماه شده که این حقوق معوقه پرداخت شده و الان میرسیم به روزهای آخر پایان سال 1401 که شاید با توجه به اینکه آنچنان نوروز در کشور با توجه به اتفاقات 6 ماه گذشته مثل همیشه برگزار نشد، اما مسائل معیشتی گره خورده، به این مسائل گره نمیخوره. خانواده ها نیاز دارن به اینکه مسائل خودشون رو رفع بکنن و همونجور که شما هم اشاره کردین، فرهنگیان نقش خیلی مهمی رو داشتن. ما دیدیم از شروع اعتراضات که چطور پشت دانش آموزا ایستادن و در همین آخرین مرحله بر حمله شیمیایی به دانش آموزان جزء اولین افشاری بودن که تظاهرات کردن، حضور پیدا کردن در خیابان و فراخوان دادن. متاسفانه با توجه به این بودجه بندی که برای سال 1402 شده و اخباری که از اون بیرون اومده، بسیاری از ردیف‌های بودجه در مسائل خدماتی آموزشی و بهداشتی کم شده و به اون و اون بودجه اضافه شده بدون اسم بردن از اینکه به نیروهای سرکوب و نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج اختصاص داده شده باشه، از اون عنوان سایر موارد نام بردن که حتی این حساسیت در جامعه هم ایجاد نشه. برای مثال این معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت گیش‌های برق و آب و گاز و مسائل مصرفی رو ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که بر این مسئله تاکید میکنه که هیچ عزمی برای رفع مشکل کارگران و کارمندان و به خصوص آموزش و پرورش، نیروهای آموزش و پرورش وجود نداره. و شاید این و ما دیدیم که وزیر آموزش و پرورش این مسئله رو به عدم هماهنگی برای رتبه بندی اطلاق کرد و گفتش که مسائل باعث شده که گروه های مختلفی که این رو بودجه بندی میکنن این اتفاق رو بندازن، و در نهایت ما میبینیم که شاید عزمی نیست برای پاسخ دادن به این مسئله و همون کمبود بودجه و اختصاص بودجه به مسائلی که میتونه برای سرکوب مردم در اعتراضات استفاده بشه.